سیمان الان شروع شد؟ شروع شد قبلی که شروع کنیم یه پادکست دوستان است که رو یوتیوب چنل من قرار رو بیاد اوکی دیگه این در جریان هستم دو تا اپیسود شده دیگه اوکی دیگه <تصفح> 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 اوکی دیگه اوکی یه دی ای دی نقاش وقتی نقاشی رو میکشه اه، اه، خب مثلا به فرض الان تو نقاشه جدید میبینیم همه میگن آقا ما پس اینم منم که بلدم بکشم یه چیزی که خیلی هست که خیلی ها نمیدونن که شاید تو خود مثلا آرتیست های حالا نقاش یا هرچی هست مخصوصا نقاش برای همین گفتم اینه که معمولا به این نیست که تو دقیقا چی کشیدی به اینه که ایده پشتش چیه نمیگم که باید یه آرتیست کارش رو توضیح بده معمولا نه ولی مثلا توی موزیک خوب میسازی خود موزیک حرفشو میزنه نباید زیاد توضیح نباید بدی ولی وقتی میدونن آرتیست پشتش چه مدلیه یا مثلا ایدهش رو میدونن چیه داستان خیلی فرق میکنه و تمام آرتیست های جدید یا قدیمو که ما وقتی یه ایده رو میفهمیم یه داستان پشتش رو میفهمیم یه جور دیگه باشه احساس میکنم برخورد میکنیم تو تنها چیزی که فکر کنم همه ازت میدونن اینه که یه مدتی نبودی بعد به با هر دنگی. برگشتی و بعد دوباره برگشتی یه جور و... دیگه اومدی و ایده که ازت دارن تا جایی که من میدونم زیاد آدم دوست داشتنی نیست ولی <تصفح> خب چون نبودی و فکر میکنم این الان تنها جاییه که اولین باری که بیشتر آدم آشنا میتونه بشه با <تصفح> چه آدمی هستی برمیگردیم به گذشته که ما قبلا تو اورکات بودیم و نمیدونم بعدش شما فیسبوک اومد و فلان اومد این داستان ها کلا تو فضای مجازی فکر کنم اولین راهی بود که چون تو اینترویو هم نداشتی حالا آه. فضای مجازی اولین راهی بود که رو بیشتر با اون کسی که فالو میکردن و بیشتر آشنا شدن کلا کجا بودی اصلا این من اصلا کلا با ارتباط برقرار کردن با آدما یعنی این واسم چیز راحتی نیست از بچگی هم همینجوری بوده سخت دوست پیدا میکنم و این دوستایی که پیدا میکنم و سخت باشون رابطه هم میتونم ادامه بدم یعنی اینکه حالا غیر از اون کسایی که خیلی وقت میشناسمشون و اینا من الان مثلا تو روزمره خیلی آدم میبینم این ور اون ور خیلی روابط مختلفی هم با اینا دارم ولی این آخر سر مثلا یا یه جای این داستان گم میشه از بین میره نمیدونم چی میشه یا اینکه از همون اول اصلا اون چی کانکشنه چی اون اصلا به وجود نمیاد که این داستان بخواد ادامه پیدا کنه حالا تو اینو میبری تو قسمت رسانه اجتماعی و اینا میبینی که حالا این کار رو فکر میخوای با صد هزار نفر بکنی وقتی من خودم با ده نفر مسئله دارم چیز بدیم هم یعنی خودم اصلا بیشتر اذیت میشم سر این داستان ولی این چیزی که هستی راجع خودم باید قبول کنم و اینکه درست این روابط نمیتونم انجام بدم من اولین بار یادم هد. یه بار تو ماشینتون نشسته بودم دوران دانشجویی اینا میخواستیم موزیک گوش بدیم یادم عجیب ترین صدا رو شنیدم یه تو ماشینت گفتم این چرا اینجوری صدا میده رفتم تو ستینگ دیدم بیس رو تا دسته بسی و گفتم این چیه گفتم میخوام <تصفح> ببینم یارو داره چی میخواد بگه <تصفح> اصلا یه عجیب ترین حرف جهان بود واسه من چون من مثلا بیشتر تو موزیک و اینا بودم زیاد اصلا گوش نمیدم چی بگی و فکر کنم اولین کسی هم بودی که تو بین ماها حداقل این داستان لیریکس و این چیزا رو تو آوردی که یکم بیشتر فوکس بشه روش که آقا این داره چی میگه اصلا حرفاشو برای چی میزنه رپت به هم داره و فکر کنم از اونجا یه جوری قنچه بود این که بعد باز شد اومد جلو خیلی جالب بود حالا منظورم چیه میخوام بگم که طرز فکرت کلا خیلی خاصه حالا هر هر کدوممون یه مدل خاصی فکر هر کدوم یه جوری هستیم ولی تو طرز فکرت خب خیلی خاصه و اصلا نصف همین جریانی که دارم بهت گفتم الان به اینجا رسیدیم به خاطر همین طرز فکر است نمیدونم سریعتر فکر میکنم از بقیه یا یه جور دیگه فکر میکنم یا اصلا بد فکر میکنم نمیدونم چه جوریه ولی بعد این داستان میکشه به اینکه از نظر احساسی و از خیلی چیزای دیگه نمیتونی خودتو نشون بدی درست به بقیه بعد این داستانی که من از بچگی داشتم یه جورایی کاریش نمیشه کرد شاید یه مقدارش به خاطر اینکه تک بچه بودم و بیشتر نمیدونم از اول یه جوری دیگه بوده اصلا زندگی ولی نمیدونم دقیقا حالا تو دیگه این مدلیه که هستی تو خیلی درونگرای دیگه منم هم همینطور جفتمون تقریباً تو همین همیشه این مدلی بودیم ولی خب یه دوره بود که تو اینستا، اینستاگرام و فضای مجازی یه کوچولو اکتیو تر بودی ولی یه اکتیویتی <تصفح> خاصی جالبی نبود نه اون موقع که اصلا ریخته بودم و هم بعد اون آلبومه اصلا دیوونه شدم نمیدونم چرا هکت که کردن و... اون هک اصلا خیلی اونم دیگه نور الان نور بود دیگه تو مسافرت هک کردن دستت هم به هیچ جا بند نیست تا بیایم دیگه برگرم تهران و پیجو بگیرم و اینا دیر شده بود پیجه... اون هم اون تو هم خیلی اکتیو نبودم یعنی اون پیجم واسه خودش بود با اینکه مثلا رفته بود جلو و اینا ولی یه مدت هم, هم چی شده اصلا واقعا الان که اصلا تایم میکنم تقریبا هیچ هیچی نگم اصلا کانکشنی چیزی با همین طرف و اینا که مخصوصا اصلا چند هم دوستای خودم رو واتساپ و اینا دارم زیاد تو سوشال میدیا اکتیو نیست عجیبه کلا دیگه اصلا کلا اینستاگرام رفتایا. و این داستان خیلی عجیبه یعنی واقعا اینیستا اینیستا <تصفح> انقدر گفتم اینیستا دیگه بعد تو دهنم افتاده اینیستا چند وقت پیش دراز کشته بودم دوستم بغلم بود بعد رفته و تو این استوریاش که داشت نگاه میکرد ساعت مثلا ده صبح بعد همه از شب قبلش گذاشته بودن از این استوریا که میاد همش و همین جوری پشت سر هم جیغ مردم از شده بودم خوبی اصلا نه اونا نه اصلا این هاوس سنگین با این جیغای او همین <applause> 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 جوری داشت داشت, داشت, داشت میزن. اینا میزن بعد یو برگشتم رو گفتم خسته نشدی از این اینیستا بعد یارو اینجوری کرد تو چقدر خزی که هنوز میگی اینیستا هنوز نفهمیدی <applause> این مثلا رو بعد دیدم راست میگه بابا انقدر همه چی مسخره کردیم دیگه مردم که نمیفهمن من یه ضرب دارم مسخره بازی میرم یکم جدی تر بهتره ولی مسخره یکم داره به خدا دیگه طرز فکر آدم های کم عجیبه کلا تو این یعنی کلمه اینیستا رو میگم انقدر گفتم دیگه خودم یه جورایی فهمی کنم این الان الان دیگه فعلا فران... هیچ طرف فعلا این داستانا نمیری دیگه فلان. طرف چی کلا این درگیری های اینیاست به من اصلا اینستاگرامو جدی فهمیدم میخوام چیکار کنم بهترین کار اینه که پیجمو بکنم پرایوت و اینکه دوستای خودم و قشنگ دیگه بتونم باشون حداقل اون تعداد کمی هکه هستن چیزایی که میخوام بهشون نشون بدم و اینفورمیشنی که میخوام از اونو بگیرم همین اصلا نمی... یعنی برای من ساخته نشده که بتونم 200 هزار نفر آدمو هاندل کنم چیزای جالب براشون بذارم خب اگه یکی بیاد بگه آقا ما یعنی چی مثلا ما طرفدار تیم تو به خاطر ما اینجوری اینا اون چی به خاطر من چه جوری این به خاطر ما به خاطر طرفدار من چه جوری اومدم آگه مثلا میگن آقا تو بعد مثلا باید من خودم درگیر این داستان هستم کلا میگن که آقا تو مثلا حرفه طرف دو بعد حرف طرفدار رو گوش بدی تو بعد جوابشون رو بدی یا فلان کنی و داستان و اینا یعنی مثلا نه واسن... هم اینجوری نیست من اینجوری فکر نمیکنم راجع به شاد آقا چرا دیگه بعد کاری که مخ... آقا طرفدار یعنی چی من نمیفهمم یعنی الان طرفدارا به من چی میرسونن خاطر کی یعنی مثلا اصلا یعنی که یکی میاد میگه آقا م... یعنی یه جوری که انگار تو بده کاری از ده طرف بدن میاد ولی بدهی هم نسبت بهشون ندارم یه سری فکر می‌کنن داری خب نه اگه من مثلا کنسرت میذاشتم می اومدی کنسرت هم بعد اجرا میکردم پول داده بودی پول تروم شده بود میگفتم خب آقا چرا این کاری کردی یا اگه مثلا من سی دی میفروختم می ازش پول گرفته بودم چرا بد خوندی یا مثلا اگه به خاطر اینکه اومدی تو اینستاگرام من یه پولی ازت میگرفتم می اومدی اینجا میگفتی آقا مثلا من دارم مای انقدر به تو میدم که بیام پیج تو رو ببینم بعد تو هیچی نمیذاری زیاد به ارتباط برقرار نمیکنی خب من پول میدم میدونم هم همش پولی و اینام نیست مسائل دیگه هم هستش که به هر حال یه ارزشای دیگه هم هست ولی در کل بدهی تو کار نیست من دوستام هر کاری که خودم میخوام بکنم برای همین اصلا هم میخوام پرایوت کنم که دلخوری هم از چیزی پیش نیاد الان اینجوری همه هم فکر نکنم از زده طرف داره خودم اصلا چه دیوونه ای زده طرف داره خودشه ولی کلا دارم میگم اولویت اصلی من تو زندگی دل هوادارام نیست من به نظر من تو یه راهی رو شروع میکنی یه سری دنبال میکنن کارتو چون حال میکنم با کارت ام. تا جایی که دیگه یعنی دو اونا دارن دنبال میکنن کار تو تو میگه آقا من طرز فکرم اینه موزیکام اینه جوری که دارم خودم رو مثلا نشون میدم تو زندگی حالا هر چیزی هم از حتما هم نه موزیک مسیجی داشته باشه ولی کلا داری میگه آقا من این صدایی که تو سرمه یا کلا احساسی که دارم یا هر چی که هست این تابلویی که من درست کردم تو اگه حال میکنی خب دنبال اون میاد ولی هیچ وقت نیدم یکی بیاد بگه آقا پس بعدی رو باید اینجوری میدادی یا باید اونجوری میدادی این فکر کنم اصلا مشکل از آرتیست نیست مشکل از خود طرف درست یعنی پیزا پیزا که نیست سرمه یادم یارو افتادم دوباره اون گفت یه چیزایی دوست فامیل گفت شروع کنم رفت خوندن برای چی میخوای رپ بخونی بعد یه نگاه کرد که اصلا این چه حرفیه یعنی تو این رپر نیستی خب بهترین کار دنیا حتما رپ خوندن دیگه از نظر تو یه نگاه اینجوری کرد ناراحت شد گفتم که نه جدی دارم ازت میپرسم چیه این داستان برای چی میخوای بخونی یه ذره فکر کرد اینا گفت من یه چیزایی تو دلم هست میخوام اینا رو انتقال بدم و همه مردم راجع به اینا بدونم گفتم برای تیم گفتم که این چیزا حالا چی هست و اینه یه تیکش رو بخون شروع کردی و خبر نظر فزن پزن کمل بعد صد تا قافیه یه جور بعد یهو گازش هم گرفت یهو دیدم تونتش رو قبل مبل بعد دیگه انقدر تون شده بود. بعد آخرش گفت کلمه خطره یه جوری که یعنی من نه با. هم الان نه یه حرف جدت تمام نزدی نزدی دیگه نه تموم که شد بهش گفتم دو تا مطلب یکی اینکه حشره رو یادت رفت همه رو گفتی ولی حشره رو نگفتی دوم منم این که این حرفا چجوری انقدر تو خود ریختی چون که من اگه این چیزا تو ذهنم بود میمردم تا الان بعد بریزی بیرون این رو من از این کارا خیلی زیاد کردم من یادم کنسرت هیم رفته بودم یادم چی بود اینا اونم صداش مثلا بیسی بود میخوند اینا منم یه دونه آلبوم با توفت یه چسبونده بودم آورده بودم سی رو دفتم دم در به باونسر بعد کنسرت گفتم آقا اینو میخوام برم بدم گفت نه نمیشه اینجا اینشی برم بدم خوب. چی داری میگی نه خنده گفتم تو میدی گفت شک نکن سی رو گرفت رفتم رفتم <تصفح> <تصفح> خیلی خنده بود داستانه ولی خب این این یه بحث خب بحث اصلی خارج نشیم صح نه نه صح این بحث بس... خب این آخه بحث جدی هم هست به حال ما یه دوره ای اومدیم که میگم از اورکات بود و اون موقع اصلا اینقدر پیشرفته نبود یعنی کامیکیشن جوری از یه طرفه بود بیشتر تا دو طرفه یعنی مثلا تو یه چیزی میذاشتی حالا اون موقع بس سیکشن کامنتش باز شد فلان شد و این داستان من فکر میکنم خیلی خیلی قسمتاش تخصیر بقیه آرتیست هم شاید باشه به خاطر اینکه مثلا الان البته تخص آرتیست نیست داره کلا یه ترندی که داره میره یعنی مثلا یه جوری شده سینگل شده همه چی دیگه آلبومی نیست تو خودت دادمی هستی که خیلی کانسپت دوست داری یعنی یه ایده رو میخوای بدی میشینی واقعا صفر سیر سا رو در میاری که بدونی دقیقا چه اتفاقی داره میفته بدونی دقیقا چیکار بدون چی میخوایم بکنیم بعد شروع میکنی یه چیزی رو درست میکنی با هزار تا رمز و راز منم دقیقا همین ریختی هم. ولی الان, مم. مم. الان یه مارکت جوری شده انقدر سینگل مصرفه الان بعد اصلاً سیستم یه جوری شده که فقط باید این کارو بکنی یعنی از هر نظری که فکر میکنی از نظر اینکه وقتش رو بخوای بذاری از نظر اینکه حالا از نظر پولی و فلان و ایناش چی میشه از هر جوری بخوای فکر کنی اصلا آلبوم یه جورایی توجی نداره مگه اینکه واسه دل خودت میکنی و اصلا واسه, واسه اون چیزی که داری که منم دوباره یعنی دنبال این کار هستم چون اصلا خیلی دوست دارم آلبوم دوباره بدم هم ترجیحم بزرگ و اگه یکشو بدیم اونو خیلی دوست دارم یعنی که اصلا یه چیز دیگه ولی همین جوری باید یه بار مصرف شده به قول تو دیگه خب ولی به خاطر به نظر تو هوش طرفداراست شنونده هاست یا به خاطر کلا آرتست های دیگه هم ها هست که دارن مارکتو به دیگه به آخه یه از جو... کل دنیا اینجوری شده باید. کل دنیا اینجوری شده بعد الان مثلا یه جوریه که آهنگ میاد سه هفته چهار هفته دو ماه خیلی رو بورس بعد دیگه میره بعد دیگه این آهنگ کلا خیلی کم میشنوی دیگه نمیشنوی جای خاص میشنوی یا اون طرفدارای دو آتیشات فقط گوش میدن ولی اینکه آهنگ یل مثلا الان آهنگو میدی هفته اول 8 میلیون 10 میلیون 15 میلیون پلی میخوره هفته دوم سوم به بعد خیلی اینش میاد پایین <تصفح> و تو وقتی آلبوم میدی یه جوریه که د... یعنی مثلا هول هولکی میشه دیگه یا رو میخواد سریعتر بعدی رو گوش کنه مخصوصا یه آلبوم بالای ده دوازده تا چک طرف داره میخواد بعدی رو سریع گوش کنه بعد مثلا از دومی رو که گوش میکنه به انزه اولی خوشش نمیاد بعد هی دوباره میخواد برگرده اولی سومی رو بیدقت گوش میکنه یه جورای هدر میشه همه چی خب... وقت بهشون نمیدی که کامل جذب کنن ولی ببین آخه خب من خودم به این داستان زیاد فکر میکنم و یعنی همه دنیا این اتفاق افتاده کلا به خاطر حالا پلتفرم های موزیک هر که اومده خیلی راحت شده دیگه یعنی دنبال دو دقیقه فقط اشغالی بعد میزنی بعدی ولی روش زندگی هم هست این داستان دیگه یعنی تو به هر حال گوش میدی باید به روش زندگی یه ربطی داشته باشه یعنی تو نمیتونی مثلا یه جای زندگی کنی که مثلا چه میدونم تو نمیدونی یه جای خیلی آزاد زندگی کنی همه چی اوکی باشه دم بیچ باشه ولی بخوای موزیک خیلی مثلا اینداستریال گوش بدی خب نمیتونی آره. برعکسش هم هست دیگه به حال خب آره. یعنی یه جوری احساس کنم به طرز فکر آدم هم بستگی داره مدل موزیک من که واقعا الان اصلا باورم نمیشه کلی داریم حرف میزنیم یا موزیک ایرانو میگی موزیک ایران که باور نکرد... با... باور نکردنی واقعا الان به خاطر تمامش یه جوری شده آره اون که اصلا خیلی پس سوژم رپ ن... رپش رب... که خیلی یه جور شده یعنی بیشتر بیش همه چیزایی که من دارم از این ور اون ور میشنوم ام... اینایی که رپرا که تازه دارم میان داستان اینه که آقا من خیلی خفنم وقتی من بیام تو تو یه او کپ میکنی بعد تازه میفهمی که اصلا باحال نبودی فکر میکردی باحال بودی همینه کل جریان تو رپ تو رپ این جدیدا که بچه‌ها که همه دارن میام میخونن و اینا همش روزی که من وقتی میام کلمه هم و اینا رو همه رو میریزم رو میست و دیگه یه جوری اصلا باورت نمیشه که فهم که ای تو الان چیکار میکردی دیگه یعنی من خیلی این همون جایی هم. که تو یه جوری یه من کار خیلی ده. وقتی رو تموم کردی این داستان مثلا همون دورانی که او 12 سال پیش تماشا رفتیم مرحله بعدی ولی اینا چون هیچ ایده دیگه ای ندارن همین رو هی دارن کشش میدن با کلمه های مختلف آقا من خفنم تو فکر میکردی خفن بودی ولی وایستا تا من بیام ببینی اصلا چجوری شد پاپ و اینا هم که دیگه اصلا ولش کن نگم برات دیگه خودت بهتر هم میدونی حالا یکی گوش میده معمولا میگه آقا مثلا احترام بذار هر کسی یه چیزی دوست داره درسته باشه ولی توی جایی که همه چی مساوی پخش شده الان یه جوری شده که 98 درصد انگار همه دارن واسه ماماناشون گیری میکنن که چرا منو گذاشتی رفتی یعنی واقعا این شده خب وقتی تو... تو, ایران پاپ دیگه پاپ. بیشترشون مدلیه بیشتر یعنی نه. ماماناشون نیست مسکنه ولی دیگه دنبال م... مسکن که شدیده نه اینجا مثلا ماماناشون گذاشتنش رفتم مثلا گریه و زاری که چرا رفتی و کلا من بدبخت شدم با بیت تند شد یعنی سنگین داره میکوبه ولی داره یه حرفای ناراحتی میزنه این احساسی که بعد این آهنگا به دست میده چیز جالبی یعنی هیچکی نمیتونه یه چیزی رو بیاره یعنی کم میشنوی که تو بعد این آهنگا مثلا یه ف... یه چیزی یاد گرفته باشی یا یه ذره فکر توسط شده باشه یه ذره مودت بد بوده خوب شده باشه دقیقا. تک و توک هستا ولی بیشتر این آهنگا یه جوری که فقط روش سیگار بیشتر بهت میچسبه یعنی <applause> اون کامی که میگیری حال بچسبه میدونی می؟ به قول یارو کی بود میچسبه شما شاید اطلاع ندید همین هم هست دیگه مثلا میگه که خیلی پره خیلی موزیک آره میگه مثلا کار قوی نیست به نظرت من آخر. مثلا به آره حالا اسمشون نمیخوام بیارم کیا تو همین رپ اونایی که قدیمی ترن باز خیلی اینطوری از این جور چیزا میخونن که د... یه مسئله خیلی غمناکی داره یه, یه مسئله که تو جامعه هست و خیلی هم همه رو ناراحت کرده حالا هر چیزی میتونه باشه اینو اومدی مثلا داری به یه جور خیلی سوزناکی میگی که اونایی که درگیر این مشکل هستن نمیدونم در پنجره میشینن میگن خب نمیدونم خیالشون راحت میشه چی میشه اصلا بدتر میشه در... نمیدونم ن... میدونم حرفای قشنگ من دوستای خیلی نزدیکم گوش میدن واقعا مثلا وقتی گوش میکنی به متن آهنگای اینا یارو خیلی زحمت کشیده یعنی هم از نظر فنی خیلی هاشون قویه هم خیلی فلوهای عجیب غریب میشنوی قافیه ها رو خوب چفت میکنن همه چیش مثلا از نظر اینکه یه آهنگه ولی ب... کلا حسی که بهت میده حسیه که بعدش خوشحالت نمیکنه اصلا یه میگن برای چی خوشحال بشی اصلا همینه دیگه موزیک یعنی نه, میگن دل... شما... نه میگن شما اصلا شما درد نکشیدین نمیدونین اصلا میگم خب اگه درد کشیدی این الان چه کن... اینم همون درد رو میکشی یا درد رو کم میکنه چجوری من نمیفهمم چون این دوباره داره راجبه درد میخونه بعد تو که درد کشیدی من که به قول تو نکشیدم نمیفهم تو به من بگو چه احساسی به دست الان مدل موزیک گوش دادنم خب فرق داره واقعا دیگه نه همینه اتفاقی که با بزرگ گفته حالا من دوست دارم بزرگ رو یه پادکست دیگه کاملا راجعش حرف بزنیم آره اون اصلا بخوام راجع اون حرف بزنیم فکر کنم تمام این بره تو چیز یعنی امروز برای این کار خب حالا همون ولی 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 این اینو خ... چون چون با تو میتونم اینو راحت باز کنم این داستان و اینو هنوز من میدونی اینی که آقا تو ل... به لایف استایلت به روش زندگیت مدل موزیک گوش میدی یعنی آیا مثلا آقا کسایی که واقعا الان موزیک گوش میدن تو ایران همه درد مرد دارن اینجوریه یا مثلا درد چی داری اصلا یا آیا مثلا تو موزیک گوش میدی که حالت بهتر بشه کلا یا آیا اصلا یه موزیک گوش میدی جرقه تو به وجود بیاد یه کاری بکنی کلا دیگه یعنی م... من خودم موزیکایی که گوش میدم باید واقعا موزیک بگیرتم و یهو هم میگیرتم میافتم رو موزیک یه مدت زیاد ولی اینکه دقیقا این حرفی که میزنی که چیه که باعث میشه من برم سمت این موزیک شاید بهترینش اینه که بتونی ارتباط برقرار کنی با زندگی خودت چیزایی که اون تو میگه یعنی خودت رو بذاری جای خواننده یه جور دیگه ارتباط برقرار کنی راجع به حرفایی که اون داره میزنه حالا اینا باز میگم میفته به همون چیزی ولی که... باز باز بستگی به خودت داره به خاطر اینکه تو رو من میشناسم تو آدمی هستی اصلا از قرض زدن متنفری حتی اگه شرایطت از همه هم بدتر باشه و کسی نمیدونه از قرض زدن خیلی بدت میاد من خودم آدم درونگرای هستم و خیلی وقتا شده که حالم خوب نبود حالا اگه شرایطم اوکی بوده همه فکر میکنم به شرایط آدمه نه حال خودم هم خوب نبوده ولی من آدمی هم که خودم رو میکشم بیرون دوست دارم بکشم از اون داستان بیرون حالا یه سری آرتیست دیگه هستن همین بین خودمون که مثلا اونا یه جوری دیگه نگاه میکنن مثلا چه میدونم مثلا داستان رو مثل فیلم نگاه میکنه یعنی انترتینمنت نگاه میکنه دوست داری یه چیزی درست کنه که مثلا مثل ترنتینو که فیلم درست میکنه هر کی یه جوری کلا ولی به هر حال آخرش به این میرسی که تو به یه چیزی بتونی یعنی واقعی باشه تقریبا دیگه یعنی این نباشه که آقا تو اگه این کارو کردی اشتباهه چون تو نمیفهمی ما الان یا چه جوریم که شاید پوینت تو هم همونه من کنم تو آدم هستی که یه سری حرفا رو همون حرفا رو میخوای بزنی ولی استراتژی یه جور دیگه است یعنی... آره به هر حال خب تو موزیک رو میگی آره دو تو همه چی من آره مثلا آره من خیلی وقت منظوری که میخوام برسونم و خیلی بد نیست نمیم چه خیلی خشن یا نه نمیدونم به مثلا حالا الان یه چیز دیگه هم میخوام بگم مثلا تو دو رو مثلا اگه میخوای بچت درس بخونه درس نمیخونه میتونی به یارو بگی مثلا عزیز من قربونت برم چرا نمیخونی یکم مثلا تلاش کن و دوستاتو نگاه کن همه مثلا فلانن تو هم میتونی مثل اینا بشی چی یا میتونی بگی بیشور احمق تو الان اینجوری داری میکنی الاغ فردا بعد بری یه کار خیلی بد بگیری تمام زندگیت هم داری میزنی به <تصفح> تمام زندگیت هم داری از بین میبری برای همین گمش شو پاشو فکری به حال خودت بکن حالا خب این خیلی از نظر کلامی و گفتن و اینا زشتره متدای مختلف ولی خب من فکر کنم تاثیر این بیشتر باشه تا اونی که ناسکنی و فلان و اون یارو فکر کنه یه ذره اوکیه یعنی اگه خوندم چه بهتر نخوندم هم اتفاق خاصی نمیفته ولی وقتی که داری به یارو بدیای نخوندن و میگی یه جورایی ممکنه به خودش بیاد بگی آقا من یهو جانمونم از کل داستان هستن همون سیستم میبادرم الان اینه خیلی الان تو اینترنت دارم بهش این عقده‌ایه ورشته عکس ساعتاشو میذاره هی hey, تپه تپه پول چیده رو هم دیگه <applause> این چرا هی hey, از عکس از جت پیاده میشه میره تو هلیکوپتر میره تو جت اسکی فلان با فهمیدین پول داری نه این نیست این داره اینا رو میریزه اونجا یه سری بوکسوری که 18 سال 17 سالشونه میگن خب آقا ته خط بوکس اینه حالا این بهتر تمرین میکنه یا نه اینو چی دارم میگن ولی خب اینو تو یک کلیک نمیتونی بفهمی اینو بعد به یه جای رسیده که قشنگ آها اینم خب چیزی هست دقیقا بحث فکر کنم بین مثلا حسودی یعنی انگلیسی ها که میگن دیگه انوی و جلسیه اده. حسودی یا است البته خب بگم این تو فرهنگ غربی خب خیلی یکم بیشتر این داستان ولی چون فرهنگ خب فرق داره ولی مثلا دقیقا همین یکی اگه با ماشین خوب رد میشه میتونی بگی ای جا کش یا بگی چیکار کرده مثلا منم برم یاد بگیرم چجوری حالا بحث مادی بحث مادیش نیست بحث جایزه هست به هر حال زندگی راحت تره یا من خودم که خیلی با این داستان داستان دارم یعنی همه میان میگن آقا تو به خاطر مثلا فلان یا فلانت به جای رسید میگم آقا صدای منه که میاد رو آهنگ ام. و من اینو پرورش دادم حالا این صدا رو مگه چقدر مثلا باید باعت بابتش پول بدی یا مثلا پرورشش بدی که به اینجا برسه یه چیزی که بچگی خب داری خودت میفهمی میری دنبالش خیلی جامعه هم شاید مثلا راهی زندگی میخواستم عوض کنم و ولی این یه چیزی که خودم تو خودم فهمیدم که این درسته به جای اینکه مثلا یه سری راه های دیگر رو برم که خیلی وقتا رفتم بعد فهمیدم که آقا این برای من نیست چون خود منو خوشحال نمیکنه این دیگه به ربطی به این نداره که تو مثلا واقعا به کمک چیز دیگه من فکر کنم بیشتر کسایی که ما میبینیم مثلا تو ایران این ریختی مخصوصا اینه یعنی که میدونی چیه یه تو وقتی اگه لاتاری ببری هیچکی ازت بعدش نمیاد اینو یکی میگفت اینو خیلی حرف قشنگی میزد کسی از از تو بعدش نمیاد چون لاتاری بردی اینا به خاطر اینکه ولی اگه خودت واقعا به اون درجه پول رسیدی اون موقع بعدشون میاد ازت چون توانایی تو نشون دادی و این انگام مثلا گفتی که ببین من از تو خیلی بیشتر توانایی دارم مردم اینه. بدشون میاد وقتی که تو واقعا یه کاریو بکنی آه. برسی بهش بعد این دو... کلا اکثر آدمای جامعه هم. این مدلی که هنکه... وقتی یا روی آدم موفق میبینه حالا ماشین رو نمیم خونه مالی غیر مالی هرچی یه جورایی میگه مثلا اگه بدش بیاد از داست بیشتر بدشون میاد یه جوری که میگه این یه روزی به خاک سیاه بشینه نه اینکه ایشالله من, من, یه روزی به این برسم ایشالله این یه روزی مثل من بدبخشه این خب این خ... بیشتری ها این یعنی بیشتری اینجوری اونایی که اونجوری فکر میکنن که خب من به این برسم اونا دیگه فکراشونو کردن دومب... تو مسیر اصلا زیادم درگیر این داستان نمیکنن خودشونو. کنن یا دیگه یه مسیر رو افتاده حالا یا میرسه یا نمیرسه یا کم میرسه زیاد میرسه هرچی ولی من فکر میکنم این داستان درست شدنیه تو اگه واقعا این داستان رو منطقی بفهمی یکی مثل خودتو مثلا به این حرف میزنه آدم منطقی بهش فکر کنه یا یه بار امتحان کنه فکر کنه به نتیجه میرسه آخه اصلا بیشتر مردم فکر نمیکنن تو و اگه اگه فکر کنی که همه مشکلات رو حل میشه الان همین که تو میگی قور نزدن و فلان اینا اصلا دو دو, دو تا چهار تا چون اصلا قور زدن و اینا هیچ دردی از هیچی چی نمیکنه و اینکه کلا داری وقت تو تلف میکنی مثلا الان این فامیلای من زنگ میزنم به مثلا آره حالا یه ذره سنشون بالاتر این داستان چیه این مثلا پسر فلانی سرطان گرفته بود بعد نمیم اینجوری یه چیزای بدی تعریف میکنم که اصلا منم هیچ کمکی از دستم بر یارو مثلا اصلا تو اکوادوره تو کانادا یا مثلا یه جای دیگه اصلا من نمیم معلوم بعد چیکار کنم یعنی بگم آخه مثلا وای یا میخواد مثلا من بگم خدا رو شکر قدر دونم. یعنی خب میخوب... اه... چیه دا؟ این داستان چیه البته آدما کلا راجبه به چیزای بد با هم دیگه حرف میزنن تو وقتی با یکی هستین که چه هوای بدی این به خاطر اینکه من زیاد نمیگم تو نمیگی ولی اکثر آدم میگن این یه ریشه روانشناسی داره اون به اونم به خاطر اینکه کامن انمی پیدا میکنی یعنی یه دشمن دشمنی که پیدا میکنی که با هم دیگه که... متحد میشین یه دیگه, دیگه متحد آره معمولا اینجوریه مثلا تو بیزنس هم میریختی میشینن مثلا مثلا چا سرد اینجا اله. که اون بیشتر دلش ولی خب این وقتی تبدیل به عادت میشه دیگه تو همه قسمت های زندگی این داستان میاد بیرون و فکر کنم تو خودتو واقعا چون من آدمی بودم از بچگی که کلا دوست زیاد داشتم با اینکه خیلی تنها با خودم بودم ولی تنهای خودی بودم دورم آدم زیاد بود اکیپ های مختلف دوست داشتم و بعد مدتی اینا دونه دونه مثلا یه اتفاقای افتاد حالا یا با یه سری دیگه خب نشد اصلا دیگه رفت آمد کنم یا هیچی ولی تو با خیلی کارات که شاید مثلا یه آدم قبول نداره یا خودم من هم شاید بود مخالفت کنم ولی یکی از چیزهایی که داشتی همیشه این سیستمت بود که قر نزند یا مثلا دیدت به زندگی بود و حالا یه جایی این داستان خوبه یه جای هم بده بعض وقتات تو باید بیای سر یه مشکلی بشینی و واقعا بهش فکر کنی رو را راجبش حرف بزنی این انتقاد من از تو هم هست ولی کلا این دید مثبت و یعنی یه جورایی خودت میکنی بیشتر آدمای دیگه واقعا اینجوری نیستن یعنی م. و باید باشه. خیلی ام. خیلی خیلی کمک میکنه من واقعا شاید مثلا یه جای خودم تو این بچگی اون پلی که بین مثلا هیپ هاپ و زد بازی و اینا داشتم با اون موزیک های دیگه ای که مثلا راک و این داستان ها بود این پله خیلی واسه من جای چیز سختی بود چون من خودم شاید زد اون داستان ها بودم و اون چیزهایی که میدادیم بیرون ولی باز میگم بحث بین ما و به اون آرتیست ما و آدم های دیگه ایم دیگه تو کلا نظرت با محیط چجوری یعنی چجوری میتونی چون میدونم سخته یکم آره سخت که هستش چون همین درونگرایی و اینا که میگی یکی بعدم این که سخت من خودم اصلا واسه معروف بودن و اینا ساخته نشدم یعنی خودم وقتی میشنم با خودم فکر میکنم اصلا این داستانم شانسی شد و رپ و اینا هم کاری نیست که من الان فول تایم دارم میکنم میدونی چی میگم کارهای دیگه دارم میکنم ولی این فقط یه چیزیه که من توش خوبم و خب از ریاکشن بقیه مردم هم میفهمی که خب یه سری به حال دوست دارن و اینا چیز مثلا یه فن بیس خودشو داره و اینا واسه خودم این کارو میکنم بعضی وقتا ولی در کل چون اصلا این کارو نمیکنم نمیخوام که هر جا که میرم به عنوان این داستان حتی خب باشه ف... جاهای سیستمش... دیگه هم هست که دیگه ف... الان تقریبا داره از این حال میاد بیرون یعنی داره کم کم همون میره سمت سامان رضاپور. و اینا این کرکتر ویلسون رو نه اینکه بدم بیاد ازش ولی اصلیت من این نیست من حرفتون میفهمم ولی احساس میکنم که به خاطر محیط هم هست یعنی بخواد شاید شاید ما جای زندگی میکنیم که مثلا سلبریتی بودن چیز خوبی هم نیست واقعا یعنی به هر برخول... جایی که زندگی میکنیم ولی مثلا همین اینجا من نمیدونم اگه میخواستم که اینجوری بود یا نبود ولی آره اون نمیدونم ولی کلا به خاطر مثلا نتیجهش نیست یعنی به هر حال البته خب ببین کسایی که به یه کلا معروفیت سخته یعنی هیچ که شاید نمیگه من خیلی دارم حال میکنم معروفم من خودم مثلا بعضی م... مثلا, میتونه هندلش کنه برای مثلا هندل کردن این داستان واسه مشکله با خودم یعنی خیلی جا دوست دارم که میری اصلا هیچ خبری نه خیالم راحت باشه الان اصلا دارم میرم اینجا هیچ چیزی نباش و اینا نمیگم همه جا هر ما میریم همه دارن چیکار میکنن خبر خواستیم نیست ولی کلا آدم بعضی وقتا این چیه پرایوسی رو لازم داره دیگه اون که صد درصد است ولی خب تو طرز فکرت خاصه تو یه سری نه فقط تو یه سری راستش تو جایی که دارم فکر میکنم همیشه طرز فکرت خاص بوده کلا آدم کلیدی هستی خیلی یه چیزی رو میری تا تش رو در میاری یه جوری که هیچکی نرفته حالا شاید تو اون دوره از زندگیت یه جورایی تا جایی که یادم میاد رو, رب کلید کردی و تو تشم هم در آخه اون موقع اصلا کسی نبود یعنی کسی نبود که کسی بود ولی اگه یاد باشه ما وقتی شروع کردیم سه چهار نفر میخوندن دیگه ما بودیم و مثلا چند نفر دیگه این داستان مال سال مثلا فکر کنم 80 و 80 اصلا شاید 20 سال نه 20 سال نه ولی هم بودا. بعد این وقتی که ما شروع کردیم یهو مثلا الان ما, یعنی سه نفر بودم ما چهارمی اومدیم تو سال بعد شد 4000 هزار نفر یه یعنی <applause> این وسط اینجوری شد ولی اونی که مال من که خیلی شانسی بود حالا اون داستان نمیخوایم بازش کنیم که اصلا چی شد و چی نشد همه میدونن چی شد دیگه ولی خیلی شانسی بود بعد چون چیز دیگه ای نبود یهو خیلی هم گرفت خیلی هم کانتروورشال بود خیلی هم داشت و خیلی هم حرفای جدید و چیزایی که نشنیدی و اصلا سبک اینجوری نبود بعد حالا فکر کن تو همه این مسائل حاشیه‌دار و اینا رو بر بزنی با یه سری قافیه بازی خفنی که از رپرهای خارجی یاد گرفتی که الان اینا تو سال 20 هن تو سال اول رپ ایرانی اومدی تکنیک سال بیستم رپ آمریکایی رو گذاشتی اون وسط آره برای همین یهو کار ترکید اینش خیلی مهمه دیگه نمیتونی بگی هر کس دیگه بود این کارو میکرد چون به خاطر اون حرفه‌ای بودن هم نه همون این بازی این... یعنی اون رو رفتیم پیدا کردیم دیگه اون رو رفتیم پیدا کردیم که آقا سیستم چیه چون اگه اون پیدا نمیشد کورس معمولی اون کار فکر کنم 7 8 سال طول میکشید براه. تا بفهمن که اصلا لم قافیه بازی چجوریه چون تو وقتی اون لمو یاد میگیری دیگه خیلی همه چی راحت میشه ولی انش هم در میاره دیگه خ... انش هم در میاره دیگه میشه خبل اونم اونم یه, اون یه سیستم دیگه فهم کنم فقط قافی است دیگه ولی تو هر چی میری کلیدی یعنی اصلا تو گیم <تصفح> اف ترونز رو باید بگم الان واقعا چون ترونز 25 بار دیدم ولی این سیزن آخرش اصلا خوب کرد برای کسایی که نمیدونن این راست الکی نیست داره مثلا سام ولریان حرف میزنه واقعا زادریس از بوزداریس کوستاور یعنی ا دراگون از نو اسلیو <applause> آ خیلی دستی که واقعا این داستان تو تست گیمتون تو تو دادی و مازیار مازیار زدیم خیلی بالا زدیم از صد شدیم 98 یا هفت هم چیزایی صد تا سوال 98 شد درست دادیم تو مپش الان میتونی بگشید اصلا؟ مپش رو اصلا میتونی بکشی قشن همه مرحب. چیشو مپ احساس هم و استروس که دی قنده احساس چی بود؟ احساس اون یکی است دو تا قاره راستیه. یعنی دو که تا مثل اسپانیا اینا نه اون دور نه او مثل است ها دور نه دور اسپانیاس این چیز مثل اونه بابا اون ور دیگه دنریس تا سیزن 6 اونجا بود دیگه اون ور خیلی کلیدش بود به جز آخری دیگه آخرش آخریه یعنی یه جوری کرده من دیگه به هیچ کی نمیگم گیم اف ترونز من مامانم و بابام و رفتم یعنی واسه همه 20 بار من اینو خریدم تو ایران 20 بار رفتم این سریال رو خریدم دادم به این دادم به اون دادم به اون. آقا تو رو خدا ببین مامان تو رو خدا فلان ولی دیگه الان یعنی اگه دیوونه بوده دیگه. شده بود رسوا رو اصلا, اصلا کرده بودم دیگه مثل آخر لاست بود دیگه یعنی من نمیدونم چرا آخرش رو اصلا ببین اتفاقا پسرمون یه حرف خوبی زد گفت سیزن آخر گیم اف رو درست کردم برای کسایی که تا حالا گیم اف ترونز <تصح> 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 چون واقعا انقدر مثلا افکت‌هاش و اینا شات‌های خفن ویژوال افکت خیلی شدید و اینا ولی رایتینگ خیلی ضعیف واقعا ضعیف یعنی من و مازیار که دیگه فنای اصل این کار بودیم دیگه یه بال زدیه بار گفتی که گیم آفترونز واسه همه ساخته شده واسه اون احمقایی که فقط با اجده حال میکنن ساخته, شده. شده تا بخوای آره واقعا بدونی یارو تو سیزن یک چی کار کرد که تو شیش برد یا رابطه اینا چی بود اون چی گفت این چی شد و کل کانسپت اصلا همین اصلا هر چیزی قشنگیش یعنی خود یا آلبوم یا, یا آهنگ یا هر چی میخوای درست کنی باید پنج لول نمیشه گفت هوش پنج لول مدر فکری درست کرد گروه های سنی مختلف حال کنن نمیدونم قدیمی ها جدید ها برای هر کی یه چیزی گذاشتی توش به قول تو ایستر هم یه جاهایی میذاری که یعنی که خیلی خورن میرن پیدا می‌کنم میگه این بزرگ دیگه رو رو این که اینجا گفت میدونی که همون بود که فلان <applause> بزرگ 28 تا دا ایسترگ داره کسی پیدا نکرده بره پیدا الکی بزرگ و بعد یه <applause> پادکست دیگه بیام فول راجبه اون هستم تو همین کلید تو یو اف هم داشته یادم یو اف سی هنوزم میبینم ببین من کلا چیزایی که رقابت توشه خیلی دوست دارم از بچگی هم آره. خیلی دوست داشتم یعنی از پلی فوتبال با من, من 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 9 سالم بود تو پارک نیاوران تاق میزدم عکس فوتبال 15 تا عکس من میذارم 15 تا تو میذاری تاق میزنیم هر کی برگردون و میبره عکسای اون یکی بعد داستان به جای کشیده بود که باخته بودم عکس رو اومده بودم رفته بودم عکس از یکی قرض گرفته بودم استرس که عکس های یا روش جوری اصلا یه داستان تو هم از جوری بودی خیلی اصلا دیگه این که دیگه دیوونه ترین چیزه یارو فکر کنم این یعنی داره قمار میکنه تو 9 سالگی این دیگه بچه داشت اصلا, اصلا, اصلا من که اصلا هیچ کی یعنی بچه بام نمیگاشتن دیگه چون مثلا منظوری نداشتم میپریدم از یه جای جم جا جا گفتم میتونی الان این کارو بکنی همین گفتم باشه بابا تو خفنی یعنی منظوری نداشتم تو فیزیکال چیزت قوی تر بود من این برد و باخته فکری یا آره پلی استیشن از اون فوتبال ژاپونی از همون اولیش میزدم تا همین آخریش هم من هنوز بازی میکنم یو اف سی هم به خاطر اینکه دیگه آخرین مدل رقابت دیگه یعنی دو نفر میرن با هم دیگه تو یه جا میزنن همدیگه رو تو یکشون نتونه بلند دیگه دیگه این تای رقابت دیگه تک به تک تیمی هم نیست تا من همه ورزشا رو به کافی نگاه میکنه ولی فقط رقابتش رو که باید نگاه کنه ولی رقابتش رو دوست دو که وقتم بابت هر چیز دیگه بودم الان خیلی بهتره ولی تو بیشتر دنبال اون گیم ای اون بینش دیگه بیشتر تا خود داستان همینجوری ببینی و مثلا بعد یعنی داستان همه اینا رو بدونم که این یارو فایتره اصلا کی هست چند سال اینجاست داستان پشتش چیه از کجا اومده چه سختیایی تو زندگی داشته چقدر پول گرفته چقدر چیه این فایت چقدر براش اهمیت داره ولی اینکه چک و لگد میزنن به هم دیگه این اصلا چیز خیلی ام، یعنی اگه فقط اونو نگاه کنی شاید اصلا خوشت نیاد مثلا اونجاشو زیاد دوست ندارم من بیلدا پاشو همه رو میشنم نگاه میکنم که نشون میده اصلا این چراهی او اومده رسته اینجا این یکی چرا راهی اومده الان چرا خوردم به تو اینو خیلی حال میشه این داست داستان پشت اون استوری که ساخته شده اه. رسیده اینجا چون اینا هم همه کامپتیتور هندی. یعنی اینا هم همش میخوان رقابت کنن بعد به عنوان یادم که خیلی رقابت دوست داره اصلا رپ و اینا هم دارم فهم میکنم شاید به خاطر همین چیزها شروع شد کلکل کل و اینا حالا تو یه جوری داری با یکی رقابت میکنی بعضی وقتا مثلا دشمن فرضیه ها یعنی اصلا راجبه هیچکی نیست ولی اصلا آهنگای رپی که میخونی انگار یه نفر هست که اون میخواد از تو بهتر باشه تو داری خودتو ثابت میکنی به یارو کلا رقابت هست که می آره، حال میده خیلی حال میده خیلی حال میده این رقابت جنبه هم میخواد همه رو ندارن اون خیلی حالا آره. یه بحث, دیگه, بحث, دیگه, بحث چیز دیگه آره. اونایی که رو ندارن اصلا آدم دوست نداره باشون چیز کنه دقیقا بحث جنبه رو داری میگی تو به نظر یکی از کسی هستی که من همیشه با راحت ترین یعنی اگه شاید خیلی چیزای مشابه هم نباشه رو مخم بریم ولی تنها کسی هستی که واقعا میتونم باید بحث کنم چون احساس کنم بحث کردن خوش هنره که هر کسی نداره چون خیلی واقعا تو بحث ممکنه دنبال این باشن بحث رو ببرن یا هی بپرن تو حرف هم دیگه هی فرمون رو چپ و راست کنن که هی بخوان ولی تو همیشه یادم گوش میدادی و یه حرف میزدی که کلا بحثو مثلا به نتیجه عجیب میرسوندی این بحث این ساعت ها خوبه زیاد دوستان بعد, بعد از بعد از اوج باشه اینا خوبه بحثایی ده. که یه ذره دیرتره به جای نمیرسه ولی واقعا هنره ولی واقعا هوشه خاصه میخواد بس کنه هر کسی نمیتونه بس کنه تو که اصلا بس نمیکنی یعنی یارو یه حرف اضافه بزنه میگی خب نه اصلا اگه ببینم یه ذره داره پرت و پلا میره یا سری میپیچی اصلا میگم نمیشه ولش کن اصلا بعدم خب به خیلی وقتا اصلا تو بحث کنی که چی بش اصلا تو نظرت هم به یارو بفهمونی اولا که یارو هیچ وقت قبول نمیکنه 99 درصد یورو قبول, قبول, دارم. درسته درسته بابود دارم. بابود دارم. بابود دارم. <تصحیح> یعنی آخرش میگه آره یه جاهایی درست میگی ولی منم چرت نمیگم آره. با اینکه داری چرت میگی تا دسته سن <تصحیح> خیلی هم داری چرت میگی همش هم بی خوده. از صد تا حرفی که داری میزنی عین صد تاش داری بریه ولی باز میخواد بگه نه با اینکه الان ماکسیموم باید میاد تا اینکه 60 40 بازم منم نمیتونم قبول کنم ولی بعد حالا اصلا میگی هم قبول قرار باشه بکنه چه کاری هستن چرا من اصلا الان بخوام به این ثابت کنم که غلط فکر میکنه بذارم این فکری که میکنه بکنه دیگه این بسک که میگیم معمولا سر همه فیلم و اینا خیلی همین گیم آف ترونز این داستان ها خیلی ولی مثلا این بحث یو اف خودت به عنوان بازی دوست داری دیگه یعنی چیز عجیبی اون بحث من کن... هم... یه روز هم رزمی کار نکنم تو زندگی ولی چطور پس دنبال نمیدونم خب آخه مثلا خیلی من بسکتبال نگاه خوب آخه خوب دید. نه 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 خدایی بچه بودیم بریک دنس عجیب میزدی دیگه خب آره نه بچه بودیم فوتبال هم بازی میکردیم ملقو بزنی شدید می‌زنی. آره ولی آره لازم نیست حتما همه کارهایی که باش حال میکنی و فنشونی همه اون کارها رو بکنی تو خیلی اینطوری تو مثلا میری شعبده بازی نگاه می‌کنی خودت شعبده باز میشی میری ماراتون نگام کنی خودت میری میدوی ولی من مثلا خیلی چیزا هست که فنشونم مخصوصا این ورزش های مختلف یعنی خودم مثلا نه اینکه ورزش نکنم ولی خودم مثلا در حد اینا که چیز نیستم ولی نگاه دوست دارم دیگه داستان شد حال میده من که زندگی ما اینجوری دوست دارم دوست دارم واقعا نقطه ضعفای های خودم رو مثلا پیدا کنم یه هدف بذارم و اونو تمامش کنم برم من برگیرم و حرف میزدیم سر اه... حسودی و قبط و این حرف دقیقا همین بود همون که تو گفتی منم کاملا با اون میفهم چی میگی چون منم سر مثلا 42 همین بود دیگه من هیچ وقت نمیخواستم به با کسی بگم که چی کار کن داشتم میگفتم آقا من یه مسیری رو تو زندگی خودم این شکلی درست کردم یه جوری همون حرفی که تو میزنی یعنی یه طرز فکر داری بکاپش هم میکنی با عملی که انجام میدی دقیقا همینی که گفتی بعد اینو خیلی ها... نمیدونم مردم احساس کنم بعضی هم اصلا دنبال اینن که نگاتیو باشن دنبال اینن که یه چیزی پیدا کنن او یارو احمقه کی بود که اومد بهت گفته ب... بود چی چلو دو ریچ کیتز چی چیزی چی اینجوری شده بود آه یکی از کسایی که آه, بله. میشناختیم یعنی که... چجوری اصلا تو ماراتون رو میتونی رفت بدی به پول من نمیدونم چون اینایی که اول میشنم همه هم آفریقایی هم مزخرف <laughs> <دفتبود>، اراده فکر اراده پولادین داریم و اصلا در نظر نمیگیرین که مثلا با پول سپورت اینو و اون اون چیزا اومدن گفتن آقا مگه مگه من, من گفتم من اراده پولادی دارم شما من یاد بیدن. اراده پولادین چی یعنی چجوری هم؟ یعنی اصلا دو، چجوری دویدن به پول چه ربطی پیدا میکنه گفت بدنسازی سوما و اینا میخواد شاید یه ربطی به پول داشته باشه یا فوتبال مثلا میگه آقا رفتن خرج کردن از بچگی چیزش کردن که این بره بازی کنه یا تنیس چی تمام قهرمانای ماراتون آفریقاییان یعنی که اصلا هیچ امکاناتی نداشتن این نفر اول المپیک امکان نداره مثلا یه آدمی بوده که موقعیتشو میدونی بیشتر اینا که میبینی یعنی دو دیگه حداقل این حرفا رو نداره کسی که نمیدونن من یه باری عکس گذاشتم زدم به کلمه اوریج حمله کردم زدم فاک اوریج حمله نهده. کردم به کلمه اوریج بعد این بابا اومد گفتش که نمیدونم شروع کرد گذاشتن و اینا تازه مثلا آدم تحصیل کرده ولی گفتش که حمله کرد که آقا شما نمیدونم لیبل ریچ کیدز و این داستانا ما چسبوند و گفتش که شما فکر کردین اراده پولادینتون شما تو توهم این که اراده پولادینتون از خودتون میاد یا شرایط به اینجا رسیدن و تا حالا چیز نکردین حالا اصلا دو که هیچی از نظر موزیک هم اگه فکر کنی که مثلا فکر کنی که ما چجوری حالا همین چیزی که هست شد و اینا به جایی که رسیدیم حالا جای عجیبی هم نرسیدیم ولی به جایی که رسیدیم چه بوده ولی خب وقتی فکر میکنی این هم اصلا بر پول رفتی نداره تو مثلا اگه پول داشته باشی تو ایران بخوای موزیک بخونی تفاوتی داره اصلا برعکسه اصلا برعکسه تو اصلا تو بریچ کیز باشی که نباید اصلا, اصلا, اصلاً سمت بیز... موزیک هستن جنی... دمت گم که دقیقاً. اومدی خود دقیقا. خودت تو, تو این چاله چوله ها داری میندازی یه کاری داری میکنی که هیچ وقت هم مجاز نخواهد بود که چی بشه اصلا دقیقاً حرف همینه یعنی اصلا مگه من اگه میدونی ما شاید باید بیشتر تشویق بشیم بخاطر اینکه دنبال چیزی که دوست داشتیم رفتیم یه قسمت زندگی چون اگه واقعا تو اون تصورت از من اینه که الان بلند میشم پدرم میره کارخونه و همه با اینجوری نگاه میکنن و فلان بود که خودم هم میرفتم یه چیز خیلی بدیه یعنی این این کمک ما نکرده که ما از یه بکگراندی اومدیم که حالا یه ذره متوسط رو به خوب بوده این کمک ما نکرده چون مردمی که رپ گوش میدن دوست دارن یارو از یه چاله پایینتر از چاله خودشون اومده باشه همین اصلا همه جای دنیا همینه هیچ جا مثلا کسی نیست که حال کنم با اینکه یه رپری از یه خانواده که مرفه تر بوده اومده تو رپ و کارو گرفته دستشو حالا اتفاقی که افتاده اینه که اینایی که از خانواده مرفه اومدن از اون یکی لاشخورا بهترم هستن چی <applause> میگه این دیگه خیلی عجیبه بس همون لاتاری هست دیگه کسی دوست نداره اصلا کلا ببینه تو یه, یه, کاری رسیدی و خودت خواستی رسیدی دقیقا من آه. که اینقدر با این داستان ماراتون بین... یعنی حتی رفیقای های برم احساس بگم بد نگاه میکنن مثلا دوست ندارن این داستان و خیلیشون ساپورت هم اصلا نکردن راجب این داستان. ولی همه اینه یعنی کسی دوست نداره به اون چیزی که میخواد برسی چون تو اصلا تو فرمول اون جا نمیشی یعنی دقیقا همینه اصلا بده به تو اصلا خوبم نیست چون ما همشه این دو بگم هر رو داشتیم. دوستای نزدیکت هم شاید خیلی دوستان تموم نکنی خیلی بود این داستان خیلی من احساس تو چششون میریدم خیلی داشتون که اصلا میگفتن نمی آقا دیگه اینجوری هم نیست که تو دست رو هر چیزی بذاری میشه من اینو تو زیاد دیدم با پای شل کشوندی ولی پای شل بد کشوندی یعنی یه اپیزود داریم ولی خیلی واسه همین اول پادکست رو به تو گفتم بیشتر به خاطر طرز فکرته حالا اینی که تو گیم اف ترونز دوست داری یو اف سی دوست داری یا چی دوست داری خیلی ممکنه باید مخالفت کنم و اولش هم گفتم شاید تو رو آدم دوست نشه تو یه مثل تو کسی ندیدم بری یه و همه بعدشون بیاد ازش تا اینکه ولی دو کلمه بشینن مثل آدم با حرف بزنن ببینن مثلا دقیقاً همین جوریه من چون مثلا اصلا حالا طرفدارا و اینستاگرام و اینا که هیچی ولی کلا جاهاییم که میرم خیلی اینو شنیدم که میگن آقا یارو تو جوه یارو فکر کرده کیه این داز همونی که من درست نمیتونم بادی لنگویج یه جوریه که درست نمیتونم ارتباط برقرار کنم اصلا چیزی نیست آقا فکر کردی که یعنی چی تو شاید فکر کردی کسی که آره من که خودم نمیدونم آره چیزی نه نرفت یا, یا نه ولی همین که مثلا میری و تو کار خودتی و زیاد چیز نیست خیلی خفن یه بار زدی یه بار دیتلش حالا نیست یه استوری همه از اینا از این استوری‌ها که یا اپیدمی میشه همه میذارن م. صبح پا همه استوری گذاشتن به یکی دارن فوش میدن به شخصیت و فلان اینا تو قشنگ این حرف زدی گفتی آقا باشه این حرفی که اینا میزنن درست ولی آیا واقعا نشستی اون 15 دقیقه حرف یارو رو گوش کنی واقعا چی گفته یا شما دیدی دوست دید این استوری رو گذاشته تو هم نه اصلا گوش نمیکنن یعنی میبینن مثلا یه سخنرانی یه جا در میاد که یارو یه چیزی میگه که به یه اکیپی برمیخوره بعد اینا یه نفرشون که اینو گوش کرده میره اونجا فوش اولو میذاره بقیه فقط اون پانچ رو میدونن اون 15 دقیقه رو گوش نکردن که این 14 دقیقه و 45 ثانیه دیگر رو این چی گفته فقط اون 15 ثانیه که یه حرفی زده که به همه برخورده اونم هم تازه نشنیدن از ویدیو یارو از دوست شنیده که یه همچین چیزی شده مثل قطار دنبال هم بریزیم تو پیج رو فوش بدیم سریع هم یادشون میره یعنی چیزی آده. نیست که بمونه یا این, این اینه تو خیلی خفنه یعنی الکی بد نمیگم واقعا چون دوستم ولی واقعا این... من خودم از این چیز اینو این تو یاد گرفتم واقعا اینی که دو دقیقه گوش کن بحث همونی که بیس ب... بیس و بستی افتی ببینم چی داره میگه شاید من خودم حالا تو موزیک این بوده همیشه دنبال اون موزیکه بودم خب به حال من موزیکی ترم بیشتر تو حتی مثلا لینگویستیکی تری الان. ادبیات الان. تری مثلا حالا شاید برای همین کامبینیشن ما خیلی چیز مم. میشه ولی ولی من این واقعا از یاد گرفتم که آقا به یه چیزی همینجوری سطحی نگاه نکن یعنی فکر کن ببین چی داره میگه یارو حرفش بعدم نیست یا مثلا دیدی یکی و یهو یه گروه شروع میکنن تو تلویزیون میاد دونه دونه مسخره میکنن یا مثلا فیلم داره میبینی یارو میگه آقا این که خالی بندیه تو اول نفری بود که یادم گفتی گفتی آقا حالا خب فیلم دیگه پوینت داستانو ببین چی استوریو ببین داستان چه آره. جوریه خب من به قول تو گفتم من فکر کنم راسته <تصفح> <تصفح> آره دقیقاً یعنی مطلبو ببین چی اصلا کی بود بهم میگفت مامان یکی از دوستان بود گفتش که نشستم همینجوریش نگاه کنیم بعد یهو گفت تو کیل بیل گفت من میذارم شمشیر ببری تو هواپیما و مثلا این که دیگه عالی بود بابا اصلا فیلم که معلومه نفهمیدی چی شد پس این فیلم که بابا دیوونه خونه است من این میشه زنه زد 88 نفر رو کشت میشه 88 تا مرد و یه زن کشت ولی هم نمیشه برد متافوری که خیلی چیزاش حالت سمبولیکه ده... یعنی یه یارو آرت یه کار دیگه داره میکنه ولی بیشتر اصلا. اینجوری شد یا بگم این قدیم اتفاقا ف همیشه بین ما ستا این داستان بود دیگه من خیلی باور من همه چی رو باور داشتم تو خیلی پرگمتیست بودی باور اصلا نداشتی مگر اینکه نتیجه میدیدی سورا هم بین ما میشه ولی ام. ولی تو احساس کردم اینجوری بیشتر شدی یعنی تو خودت شاید گیم آف ترونز مثلا دفعه اولی گفتی دارم نگاه بایم آدم بخواهم. بزرگتر میشه دیدش عوض میشه دیگه باید یعنی ارزش چیزی هر چیزی رو به همون جوری که هست باش حال کنی حالم نکردی ولش کن دیگه رنت نداره بری حالا بگی این چقدر بد بودو چیو و بری دو پیگیری کنی که من خوشم نیمد رنت ولی خب آخه رنت تو رنت یه کمدی هست که باید باشه تو خیلی کمدی مغز تو ولی کمدی ترین مغز جهانه من نمی با همه این جدی که میگن تو کمدی ترین مدل مثلا تو فکر کنم مثلا یک سری مشکلات واقعا یه کمدی همه از این داستانا <تصفح> یعنی پریشب پیش اومده و دوباره داشتم تعریف میکردم اصلا نبودیدی الان اینجا دیگه چیزش نیست ولی همینایی که میگی همون اون همین هایی که یعنی کومیدی و فلان و اینا خیلی جالب بود کومیدی ولی کومیدی à... نگاه میکنی تو بسن اینا کومیدی ستندپ نگاه میکنه فیلم فیلم جدیدن نگاه نمیکنی اصلا مثل قدیم سریال بیشتر خوشت اومده آره این چیز رو باید بریم ولی مال ترنتینو جایی داره آه برایت پیتر بانسته پانت همین بود داره خیلی خفنه بریم بریم چیه ولی باحال بود خیلی به نظر من حالا میگم دوستان پادکست بذارم که بیشتر راجع بزرگ حرف بزنیم یا کارهایی که هم کردیم و همونجوری که گفتم نه که توضیح بدیم ولی بیشتر این کامبینیشن بینمون که چجوری خورد به هم و چی کار کردیم این فکر کنم بزرگ جانب صحبت و این داره. بزرگ و یه ساعت و نیم و بشیم فقط راجع به خوش صحبت کنیم ایده اصلا مخصوصا برای کسایی که این پادکست رو فالو میکنن ام. بگیم که یعنی دفعه بعد دیتش و اینا هم همه رو مشخص کنیم که قشنگ فقط بشیم راجع این که الان همینجوری اومده بودم که یه صحبتی بکنیم همینجوری تو این پادکسته چون من تا حالا اینترویو نکرده بودم نشیده. خسته که نشدم نه اصلا نداشتی تا اصلا نداشتم تا حالا اینترویو اصلا کسی من تا تو حرکت نیده فقط عکس <تصفح> عکسای <تصفح> بومرنگ نه بومرنگ هم نه هیچی یه دونه چرا اون دفعه که حکم کرده بود یارو این رو ولی من نمیفهمم واقعا چی به دست میاره از, از چرا حکت کنه؟ چه میدونم بود با؟ من اصلا فکر میگم آدم ها دور بعدش چون نمیشتن بعد تم... بعد وقتی تو مثلا پیج من رو حک میکنی چون پیج که مال تو نمیشه پیج انقدر اکتیویتی روش زیاد بود منم مسافرت بودم تا بیام از تهران با موبایل ایرانی پیگیری کنم و برم نمیدونم از نظر قانونی پیشو بگیرم و چیزش کنم و درستش کنم و اینا اصلا دیگه پیج اینقدر دست ب... یعنی یه هکره باز مثل که از رو این هک کرده بود و بعد این پیج نابود شد رفت اصلا حالا اصلا من کاری به اونش ندارم ما که پیجمون سوخت شد ولی گیر این هکره چی میاد یعنی چرا این کارو میکنی چون دوز دزد از دزدی میکنه اون پولی که تو جیب تو های میره تو جیب اون اون کارایی که تو میتونی بکنی و الان حالا یه سری دیگه کارا رو اون میتونه بکنه با این پول خب بچی رفتن زیر پست مسی فوش خوار مادر دادن همینه دیگه اونم یه چیز متاسفانه اینا یه تیمی هن اینا که این کارو میکنن من فهمیدم اینا خیلی دوست دارن که جلوه جامعه رو خراب کنن یعنی کلید کردن که این کار خودشون میدونن این کار درست نیست یعنی میدونن که دارن آب روی یه جامعه رو میبرن ولی مخصوصا این کارو میکنن که آب روی این جامعه رو ببرن انقدر قاطی حالشون خیلی کسیفه خیلی حالشون خیلی کسیفه یعنی اصلا حال نمیکنن این بایدوش. این اصلا یه آدم عجیبیه بعد اینا تنها این ریختی نیستن و اینا وقتی تو گروه میافتن یه موقع هار میشن اینجوری میکنن این این تنها به حرف بزنی اصلا دیگه یه آدم خیلی اصلا خیلی یعنی هیچ حرفی برای گفتن نداره تو گروه بیاری یارو اصلا, اصلاً, 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 اصلاً نه هم نصف اینایی که فوش میدن اصلا ببینن تا عکس میخوام نصفشون هم نه کلشون اصلا آره فوشا اینا که کامنت منفی میذارن تو <تصف> اینستاگرام خیلی عجیبه اینا کیان اصلا چی باعث میشه که تو یه کامنت گذار منفی بشی تو اینستاگرام یا آهنگ بده با آره یا آهنگ بده با اون زیر واسه خودشون دارن میچرخن و فلان اینا بعد واقعا هم اصلا هیچ کی نیستی آدم این آدم اصلا چیه کیه کجا من خودم حال میکنم واقعا واقعا دوست دارم اصلا من دنبال خوشحال کردن همه نبودن نبودم واقعا یعنی همیشه دوست دارم یه اقلیت خاصی حال کنن یعنی بفهمن اون کاری که من دارم میکنم و اون به اون حالا چالشی که دارم یا هر اتفاقی که تا میفته یا حتی اون بازیایی که شاید دو تا بازی که تو یه کلمه کردم تو مثلا یا آهنگی مهندسیش کردم حالا به قول تو مثل گیم اف ترونز هست یعنی اون اجدهای از در مم. کل به حال ولی اگه توش بریم ببینی چیزای دیگه هم این مم. داره نه اینکه فقط حالا این اینجوری خونده یا این با اون خونده یا این چه جوری, جوری بیت چات چیزا نه. این من خودم شدم برای میدم یه سری اقلیت رو مثلا واقعا با حال تر دیگه که ببینی شبیه خودت یعنی یا مثل خود فکر کنی احساس تنهایی نمی‌کنی من تو فکر کنم این داستان رو خیلی زیاد داشتیم کلا که اصلا نمیخوام حالا بگم نمیخوام بگم ما بیشتر فکر میکردیم یا کمتر فکر میکردیم نه مدل خاص خودمون فکر میکردیم و چون اومدیم تو این بازی هم که شروع کردیم این تشدیدش کرد شاید اگه ما مسیر زندگیمون یا آدم خیلی معمولی نرمال میرفتیم جلو شاید اصلا این قسمت مغزمون زیاد ممکن بود حداقل تو این تو جایی که من میدونم زیاد دیولوب نمیشد که مثلا ما شاید طرز فکرمون حتی این باشه برای اینکه میگه این آدم ها کیان شاید کسایی که دقیقا هیچ هدفی تو زندگی نداشتن هیچ کاری انجام ندادن هیچ چیزی براشون جالب نیست هیچ هیچ چیزی رو دنبال نمیکنن یعنی آدم هم دلش میسوزه چون اصلا تو وقتی کامنت منفی میذاری تو اینستاگرام یعنی چی هستن اینا رو همه رو باید دار زد انداخت دور جدی میگم اینا رو باید دار زدی بریزی توی سطل گنده بعد یه دونه یه دونه آتیششون نزنی یا بذاری قشنگ جمع شن سطله که پر شد با یک هبرید تموم کنی کارو شوخی میدونم داریم کنی نه ولی <تصفح> <تصفح> ببین خب آقا بحثشون ولی میگم از نزدیک حرف بزنی رو درمه درستن یعنی اینا تو اون اینستاگرامه که و کلن یه چیز اینستاگرامم ولی کلا چه ناراحتی یعنی فضای مجازی نه زیاد حال نمیده خیلی مم. مگر اینکه کاملا از دور باش برخورد کنی و به عنوان یه موقعی که تو میخوای یه چیزی رو بدی بیرون تازه هیچی هیچ چی کامنت الان پیجم که اصلا اکتیو نیست ولی کامنت اینا اصلا هیچ چی نمیخونم راحت تری آخه او قیافه چه جوری شده قیافه کی کلا آدما دیگه یعنی یارو به خدا فقط میره مسافرت اونجایی که باید بره عجیب غریبه فقط برای پست یعنی فقط رفته مثلا بالا نوک آره اون کوه فلان جا یعنی. که فقط این... خیلی بده یعنی تو زندگی تو داری با این میگذرونی یعنی کل زندگی توی این یعنی این دسته دیگه اگه صبح پاشی یعنی فل... بهترین لحظه های زندگی تو این توی بهترین. مثلا وقتی میری نصرت یارو چه میدونم حالا مثلا میگم اون لحظه ای که خودش اومده داره چیز میکنه تو بجن که یارو ببینی داری اینو میبینی کنسرت دیگه یارو یکی رو کنسرت کی بود گفته بار دیدم گذاشته یارو میره کنسرت 콘سطت... از 90 دقیقه 89 دقیقه شو فیلم نه دیگه. یکی دیگه هم دیدم اصلا تو کنسرت یه کنسرت راک بود همه اینجوری یارو قاطی میکنه یه چیز آب ور میداره پرت میکنه تو جمعیت میگه اومدین منو ببینین یا از این تو ببینین آخه خب خب همین تو میخوان این تو باشه همش همه تو خودمون هم این تو همش خودمون هم این تو ببین خیلی این توی همش اگه صبح پاشی و اولین کاری که بکنی بری رو موبایلت یعنی حالت خوب نیست یعنی این بعد آگاه باشه من خودم اینو گفتم متاسفانه ولی دارم الان سعی میکنم کار میکن نکنه حداقل مثلا تو دو ساعت اول روز من دلم میخواد بزنم و ولی حتی ببینم هم که چی زده کی زده، چی زده یا مثل زنگ زده زنگ زن 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 خوب چیزی بوده خیلی دیسیپلین باحالیه ولی اون اولش که بیدار میشی و تایم بذاری واسه خودت اصلا از علمی بده این داستان مثل مغز تو چیز میکنه داغون میکنه اون اولین کاری که میکنی یهو با هزار تا چیز یه تصمیم خوب خوب تو روز بگیری کل روزت خوب میشه یه خواب بعد ببینی شاید کل روزت بد بشه اینم هم همینه بری اونجا یهو با یه سری چیزای مدلیت کل روزت رو داری این مدلی من سعی کردم یکم این کار نکن واقعا چون دیوونه میشه آدم یعنی فقط کامنت و این چیزی که واقعا برای من چیز نداره دیگه مگر اینکه واقعا یه سری کامنت سازنده میدن میری میبینی آقا واقعا راست میگه مثلا اینجای موزیک دیرات داشت ولی من داشتم نگاه میکردم این وی پادکست هایی که دادی تو یوتیوب گذاشتی آدمایی که کامنت زیر این میذارن خیلی لول لولشون بالاتر کلا از اونایی که تو اینستاگرام هستن ام. بخاطر خاطر اینکه اینا واقعا یعنی اولا که اینگیج شدن یعنی همش یعنی دارن مثلا آفره. یا رو یعنی داره بات ارتباط برد یعنی داره نظرشو میگه خیلی هم زدن که آقا مثلا اونایی که حالا نظر من زده آقا مثلا دمتون گم که ایدهاتون رو گذاشتیم به تبادل و فلان و اینا خیلی باحاله اقلا اگه مثلا اینستاگرام هم اینجوری بود من شاید حالا من که کلا واسم سخته ارتباط برقرار کردم با صد هزار نفر ولی اگه اینجوری بود باز شاید یه ذره چیزتر بود یعنی میدیدی آقا حرفایی که دارم میزنن اینا ولی به قول تو یارو مثلا تو 19 تا آلبوم دادی گذاشتی بیرون مجانی یارو اومده داره این چی بود با. چی بود؟ یعنی اصلا تو نمیفهمی که با یه دونه چرت و پرتی که داری اون زیر من ویدیو اصلا ما... من داری خورد میکنی کلا هیچ نه... چم گیر خودت من پادکست یه ساعته دادم بیرون هنوز پنج دقیقه نگذشت میگه اصلا باحال نبود میگم اصلا تو هنوز من تازه ناپر میدونی چیه اون هم بحث پول و این داستان بحث پول و این داستان است که آقا مثلا تو برای کارت پول اگه مثلا بخوای بگیری به خاطر مثلا آهنگی که بدی یا کاری بکنی خیلی قور میزنم به خاطر این پوله ولی اتفاقا پول باید باشه به خاطر همینه دلیلی که تو میگی کسایی که کامنت میذاری یوتیوب خیلی باوشتره خیلی بالاتره دلیلش اینه که کسی که تو اینستاگرام مثلا یه دو تا همجور رد میکنه این دیگه واسهش ارزشی نداره ولی کسی که باید از این رو حالا پاشه بره یوتیوب اونو باز کنه وایس یه ساعت ببینه اون آدمی که واقعا ارزش آره گذاشته بله یه کار. دونه عکس نمیبینه کار میکنه رو باید بشینه یه ساعت و نیم اینو نگاه کنه بعدش بیاد اون زیر کامنت بذاره این همون سامان است که واقعا میگه آقا بیا ببین چی داره میگه الکی همینجوری نگاه خالی واقعا این این همون ببین بعدش اگه حال نکردیم اصلا بزن بگم مثلا به نظر من چیز جالبی نبود ببین ولی اونم نزن کلا نه دیگه همون خیلی از رو هم تیزره نظرشون رو میگن کامنتی ها رو کلا بعد یه برنامه عجیب براشون چی <تصفح> همشون رو بعد بنز توی زندان بزرگ <تصفح> توی جزیره <تصفح> ولی دمت گرم اومدی خیلی دوباره هم میام حالا حتما بعد باید... بعد بیام بزرگ و قشنگ فکر کنم 40 50 دقیقه یا ساعت 100 درصد چون, چون که اونو من خیلی دوست دارم که اقلا فکر پشت به قول تو حالا موزیک میشنوی و اینا چیزایی که یعنی آشپز میدونه چی درست کرده آدمی که میخوره که آشپز نیست میگه یا خوشمزه بود یا بدمزه بود یا دوباره میخورم یا دیگه نمیخورم فلان ولی خب یه بارم برای کسایی که آشپزی دوست دارن من میخوام توضیح بدم که این آلبوم چه جوری پخته شد خود. حتی خیلی غذا هم ریختی هست که آقا تو اگه داستانشو بدونی پشت بدونی, پشتش بدونی از حال خوشا حال خوشا امده این از کجا اومده این چیه همه چی که تست بگیرن خیلی فکر پشت شد من الان آهنگایی که تک و توک میدم بیرون از این مدلاس که میشینم نیم ساعت 45 دقیقه چیزایی که می‌خوام می‌نویسم یکی دو روز طول میکشه تا رو جور کنم فلو هم که خب نشال هستی یه جوری یعنی آهنگو هم میشنم تقریبا میدونم میخوام چیکار کنم ولی بزرگ جدا از این ستا فاکتور خیلی چیزایی دیگه هم پشتش بود خب برای که کامپلکس کار یکم باشه ما اصلا تخته گذاشته بودیم نوشته بودیم یعنی ده ده اصلا, ده ده اصلا, اصلا, یه چیزایی یه کدایی بود که تو همه آهنگا باید رعایت میشد حالا این دفعه دیگه اگه یکی ای بیاد این وسط بخواد یه کامنت بذاره بپرسه آقا این کد مود حالا به چه دردی ما میخوره من جوابشو بدم به خاطر اینکه ببین تو وقتی یه چیز رو همینجوری من وردارم صاف به تو بدم خوشت نمیاد دوست دارم یه کاری بکنم که تو این داستان منو بهتر حال کنی باش و بگیریش اصلا باید بگی به تو نمیگم بابا دارم به بقیه میگم تو چی میگی؟ نه کلا میخوام بگم نه. آره ده. اون که آره ولی بعضی واقعا اینو این هست تو اگه من بیام اونجوری داستان تعریف کنم برات باحال تره یا بری فیلمش رو ببینی که ساختنش رنگش ببینی. رو که اینی که لازم نیست همه ببینن تمام کسایی که آهنگای آه ما رو گوش میدن بزرگ گوش میدن که اصلا ولی بزرگ خیلی جالب بود جالبه که بیشترین فناش تو جیمن یعنی مثلا آدمای دیگه ای که بقیه جا میبینی خیلی هاشون یارو یا آقا مثلا من این رو بیشتر دوست دارم ولی اینایی که تو جیم من میبینم خیلی بزرگی خب همه. یه سری برگر و پیتزا دوست دارن یه سری استیک دوست دارن و غذای آره درست حسابی تر دوست دارن دو بزرگ بزرگی همین حالا حتما یه قری بعد بزنیم آره. بشین سرش دوست داریم سر استیک آره. آقا دمت گرم اومدی برو بریم پس موفق باشی و با اینو ایوه. کم سعادتی ما بود و سرفرازمون کردی مسیجی نمیخوای حرف دل تو یه دم بیا یه بیت حرف دلمو دفعه دیگه چند تا بیت میگی چند, تا بیت. اوکی چند تا بیت یه دو بیتی یه دو بیتی یه, بیتی. یه دو بیتی, بیتی. یه دو بیتی. بیتی.